سلام، عرض ادب و احترام. توی ازبکستان درگیری ها زیاده، از من خواستی تحلیل کنم. کمی زود بود ولی بهش بپردازیم. قره قالپاقستان، قره یعنی سیاه، قالپاق یعنی کلاه، کلاه سیاه ها. این یک منطقه ای هستش که به صورت خود مختار تو شمال غرب ازبکستانه. میدونید ازبکستان یک کشوری تو آسیای میانه، خب یک زمانی جزوی از ایران بود، یک بخشای توران بود، یه بعدها جزوی از شوروی بود. این فضاها رو داریم. بحثای تاریخی من واردش نمیشم، ولی بیاید از زمانی پردازیم که جمهوری در واقع شوروی، سوسیالیستی شوروی اومد ایلات خوارزم و ترکستان رو در واقع گرفت. از اون فضا با تسلطش به آمودریا اون بخشا، خب اونا جزوی از شوروی کرد. تو اون مقطع همین قلقالپاقستانی ها که یک زبان خاص خودشونو دارن، سیستم خودشونو دارن دیگه، ایلاتن. اینا جزوی از در واقع تو فرایندی که شوروی تعیین کرد اینها رو خود مختار کرد، اوبر جزوی از فضای در واقع سوسیالیستی قزاق ها 1926 5-6 سالی به همین شکل بود، جزو قزاق ها بودن اینا، اما تقریبا خود مختار. بعد اوورد در واقع زیر نظر خود مسکو، از این نظر قزاق ها در آورد. اینها اومدن از این نظر مسکو. یعنی ببینید یک زمانی اینا ایلات بودن دیگه، تو اون مقطع خان داشتن، خودشون در واقع بروبیایی داشتن. بعد اون اتفاقات افتاد و شوروی اومد گرفت اون مناطق و یه مدتی اومدن زیر نظر قزاقستان، اون جمهوری سوسیالیستی قزاقستان که پیوسته خودش به شوروی، اینور هم ازبکستان، سوسیالیستی ازبکستان پیوسته به شوروی. این در واقع قلقالپاقستانی ها بین ازبکستان و قزاقستان مرز دارن، یه جای بیابانی خشک، یک بخشی هم به دریاچه خوارزم میخوره، ولی یک جای خشک و بیابانیه. میدونید که جای خشک و بیابانی یک سری خصوصیت ها دارن، توسعه یافته نیستن. جایی که توسعه یافته نیستن اعتراضات بیشتره، ایدئولوژی پررنگتره، ناسیونالیسم فعالتره. خب یک جایی هستش که دوا توریستی خوش آب و هوای، توریست زیاد میاد از کشورهای مختلف، فرهنگ‌های مختلف یک خلق و خو دارن. یک جای بیابانی متمرکز در واقع یک جانشین و اساساً با یک فضای ایدئولوژی خودش، یک فضای بسته تریه، درها بسته تره، درها رو باز نمی کنن. این فضا رو داشته باشید. قلقالپاقستان یه چنین فضاییه. خب شوروی اومده اونا رو گرفته، فتح کرده، یه 6 سال اینها رو فرستاد در واقع عضوی از، هم خود مختارن اما جزوی از اون قانون سوسیالیستی قزاق ها حساب میشن. بعد از 6 سال اینها رو آورد سمت خود مسکو، در واقع اداره اون سرزمین خودش به عهده گرفت. این فضا وجود داشت، درگیری های داخل خود ازبکستان شکل گرفت، درگیری های داخلی که حالا اومدن جزوی از سوسیال شوروی شدن. این منطقه قلقالپاق ها رو، کلاه سیاه ها رو ازبکستان زمینه کرد. خب تو اون مقطع شوروی هم فشار نیاورد، اینا همه جزوی از اون اتحاد در واقع جماهیر شوروی شده بودن، یه درگیری داخلی بود، اونجا رو گرفت ازبکستان، مونده. ولی این ذهنیت سیاسی رو داشته باشید، اینها یک زمانی خودشون جزوی از اون خانات بودن، برای خودشون خانی داشتن، برای خودشون یک جای مستقل تعریف می شدن. حالا اومدن توی اون فضا جزوی از قزاقستان بودن 6 سال، اومدن از این نظر روس ها از 1930 به این ور، ولی خود روس ها هم اینا رو خود مختار کردن، یعنی این منطقه کوچک اما مختار هستن، خود مختارن. این ذهنیت سیاسی هست، یه فضای ایدئولوژیک هم هست دیگه، بیابانی. ادامه پیدا کرد تا 1992. خب ازبک اونجا زعیمه کرده بودن، ولی اینا ناراضی بودن دیگه، این قوانین خودشون داشتن، حکومت محلی خودشون داشتن. ادامه پیدا کرد تا زمانی که اتحاد جماهیر شوروی میخواست دچار فروپاشی بشه، اوضاع خیلی خراب بود، کشورها داشتن یک به یک جدا میشدن. اینا اومدن یه زرنگی کردن، حاکمان محلیشون تو اون مجلس ملی خود قلقالپاقستان اومدن یک تحریر تصویب کردن، خودشون رو ملی کردن و در واقع از اون خودمختاری آوردن جمهوری قلقالپاقستان کردن. یک قانونی هم گذاشتن که اگه همه پرسی کردیم
میتونیم از ازبکستان جدا شیم، حالا یا جزئی از قزاقستان شیم یا مستقل، که مجبورن بعد جزء قزاقستان بشن دیگه. این فضا مورد تصویب ازبکستان هم قرار گرفت. اون موقع بلبشویی بود، شرایط بسیار وحشتناک بود، کسی دنبال این داستان ها و درگیری ها نبود. این ادامه پیدا کرد. حالا شوکت میرزیاف اومده رئیس جمهورشون میخواد قانون اساسی تغییر بده، میگن که آقا ما از اون موقع تا الان یه قانون اساسی نوشتیم، نیاز داریم تغییر بدیم، بخشای خصوصی و اینا رو ما بهش نگاه نکردیم، بعد خصوصی سازی توسعه اینا توی این قانون اساسی دیده شه، خیلی از ضعف ها برطرف شه. اما این قانون اساسی یه کمکی هم به شوکت میرزیاف میکنه که تو تا دوره دیگه هم بتونه رئیس جمهور شه. از این حرکت ها میزنن دیگه رئیس جمهور ها. توی این قانون اشاره‌ای به قرقال پاکستان نشده که اینها اجازه دارن اگر خواستن همه پرسی کنن و جدا شن. از اونجا جرقه میخوره و درگیری ها شروع میشه. درگیری ها خونینه، سعی میکنن جای محلی رو بگیرن. دیگه نهایتا اخباری که داره میاد اینه که شوکت میرزیاف اومده گفته اون اصلاحیه رو بردارید، همون روال سابق شه. این داستان و ماجراست. یعنی موقعه اینه، من خیلی گذرا گفتم. اما بریم تو تحلیلش. خب ما که نمیخوایم داستان تعریف کنیم. خب هر جا سرچ کنید احتمالاً از اخبار بتونید به این معنا به دست پیدا کنید، به این اخباری که من گفتم. اما بحث بر سر چیه؟ بحث بر سر اینه که اساساً آسیای میانه از دست پانترکا و ناتو اینا خارج شده. قزاقستانی که ناتو اونجا حضور داشت، آمریکا حضور داشت، ترکیه حضور داشت. نمیگم ترکیه اونجا رفت آمد نداره ها، تغییراتی که داره رخ میده اصلاً اساس بازیش غیر اوناه. ببینید الان راه آهنه چین قزاقستان از در واقع می اومد دریای کاسپین، از آذربایجان میرفت گرجستان، می اومد از اون تونلی که زدن به ترکیه. حالا اینو آوردن کردنش چین قزاقستان، ایران، ترکیه، اروپا. این فضا رو داشته باشید. یا تک تک این کوریدورهایی که به ایران رسید اینا دستشون خالی. حالا تو قزاقستان نورسلطان نظرباییف هم بعد از چند دهه زدن اختیاراتش هم گرفتن. و یه چیز دیگه هم هست، این خود مختاری ها توی چیز آسیای میانه هم وجود داره. شما الان بدخشان تاجیکستان رو هم داری. اینها به بخشایی هستن که میخوان خود مختار باشن، جداشن. این فضا هست. توی درگیری های قزاقستان دو تا تحلیلی که من انجام دادم اشاره کردم که قزاقستان یه مرز داره با چین که تونروها هستن، ایغورها. اینا یه مرزهایی هم بین خودشون دارن اختلاف و اساساً جغرافیای گسترده بزرگ، جمعیت‌های کم، پراکنده. مطمئناً توسعه هم شکل نمیگیره و اینها کانون‌های اعتراضی بسیاری دارن. حالا شما می‌خواید نظمی که داره ایجاد میشه و کوریدورهایی که میاد، مثل کوریدور نصف النهار که بهتون گفتم، تغییردهنده بازی‌ها و اتصال آسیای میانه به ایران و در واقع نقاط مختلف، این به ضرر آمریکا و اروپاست. این نظمه باید به هم بخوره. مستعد در این قسمت چیه؟ همین بخشای خودمختار یا مرزهایی که پر ایدئولوژی هست، یعنی مثل مرزهایی که افغانستان با چین داره، بدخشان، مرزهای در واقع تاجیکستان با چین، مرزهای قزاقستان با چین، مرزهای در واقع همین ازبکستان قزاقستان که قرقال پاها هستن، یه بخشایی هم ما در واقع روس تبارها رو داریم. قضیه اینا چیه؟ اون موقع که روسیه می‌خواستن برن فضای کمونیستی ایجاد کنن، نظام کارگری، عدالت محوری، خیلی از این پولدارا که مقاومت می‌کردن به بهونه‌های مختلف می‌گرفتن ثروتشون رو، می‌گرفتن تبعید می‌کردن به اینجاها. اینجاها هم یه جای مثل الان نبود، پرت، یک جای سردسیر. الان قزاقستان یه جای تا 40 درجه سرما داره. اون بدبختا رو خوانده می‌آوردن اونجا. جایی که الان نوسلطان اومد تو قزاقستان تغییر بده چی بود؟ اومد پایتخت رو از آلماتی برد به آستانه که بعدن کردش نوسلطان. سرسیر، کلی درخت کاشت و در واقع جلوی بادها رو بگیره اونجا سرمایه گذاری کرد. پول نفتی که میفروخت اون مقطع خوب بود که ترکیب جمعیتی رو بزنه به هم. از همون مقطع اینا در واقع یه جایی دارن روز تبارن. این داستانش اینه. اونا پولدارهایی بودن که بدبختای فلج زده رو میآوردن اونجا، اونجا به بیگاری میکشتن. حالا اینجا برای خودتون کار کنید تا اون نظام کمونیستی شکل بگیرن. اینها نقاطی بود که در واقع خیلی مستعد بود برای به هم زدن بازی. معتقدم درسته که قانون اساسی تأثیر گذاشت، اما این خودش نشون دهنده این هستش که
این میزان از خشونتی که برای سرکوب و میزان از خشونتی که برای اعتراض انجام شد غیر طبیعی است. ذهنتون رو میارم روی سال 2014 یه نشست شکل گرفت، یک نشستی بود توی اروپا. اونجا بخش امنیت همکاری اروپا یک شخصی به اسم نصرالدین نورالدینوف، بله نصرالدین نورالدینوف، این رئیس مرکز آرال جیهونه، یک سازمان کاملا سری که اساسا مشخص نیست چیه، به پانتورکا خیلی وصله. از سالهای 2013-2014 پانتورکا خیلی به این منطقه حساس شدن. اونجا آقای نصرالدین نورالدینوف، من اسمش رو نگاه میکنم اشتباه نگم، اشاره میکنه به اروپایی ها توی بخش سازمان امنیت همکاری اروپا که میگه آقا ما باید بخش قرقالپاق ها رو حمایت کنیم، بریم قزاقستان، اینا جزوی از قزاق ها هست، پانتورک هایی که داخل قزاقستان فعالاً دارن این فضا رو میارن و ما این از ازبکستان جدا کنیم بیاریم این ور، ظرفیت هاشو داره، ما اونجا باید حضور پیدا کنیم، حضور پیدا کنیم، گروه بندی و دسته بندی ایجاد کنیم و تشکیلات بدیم. این فراینده که به نظرم میاد اتفاقی که داره میفته، اینا میخوان نظم آسیای میانه رو به هم بزنن به خاطر اون چیزی که به دست نیاوردن، اون چیزی که از دست دادن دیگه، کوریدورهایی که ما گرفتیم، حالا طریق ایران یه شاخش میره به ترکیه به اروپا و شاخهای دیگه هم از ایران داره به جاهای دیگه. این نظم رو تو قزاقستان هم خواستن به هم بزنن، یه روسیه پاشود اومد کلا قزاقستان رو گرفت قبل از حمله روسیه به اوکراین، اومد اونجا کامل سرکوب کرد، پشت رئیس جمهور جدید وایساد و کارو دست گرفت، یه ذره تهدید کرد اروپایی‌ها رو و ترکیه هم یه مقدار عقب نشست، خیلی جدی اومد، روسیه برنامه‌اشو ریخته بود برای حمله به اوکراین، نمیتونست معطل بشه، خیلی شدید برخورد کرد و همه طرفو کشیدن عقب، اینو فراموش نکنید. تو این فضا معتقدم کاری که شوکت میرزیاف کرد و سریعا این در واقع چیز رو قانون رو اصلاح کرد کار درستیه، فعلا اصلا شرایطش نیست، میخوان خود مختاری کنن، حالا قانون اساسی میخوان تغییر بدن، خودش دو دوره دیگه بمونه، یه سری اصلاحات هم انجام بدن، این یه بخش دیگه است، ولی عقلانی و عاقلانه بود که اومدن این کار کردن. البته یکی ما اونجا فضای در واقع امنیتی لحاظ شده، ولی به هر حال اونجا نقطه‌ای که باید به شدت سعی کنن تو آسیای میانه تو بخش مرزها این پیچیدگی‌ها و این تنش‌ها رو کاملا مدیریت کنن، یعنی سرکوب نه، مدیریت، تحریک صورت نگیره. ما این رو توی بخش مرزهای افغانستان هم به شدت داریم می‌بینیم، بخش طالبان ازبک و طالبان‌های در واقع امارت اسلامی با هم درگیرن، توی اون بخش‌های مرزی پیشینه‌هایی هست از گذشته، رقابت‌هایی هست، یک کوریخونی‌ها و سهم‌بندی‌هایی هست که از گذشته از ما این فضا رو تو مرزهای افغانستان با تمام کشورهای پیرامونش داریم می‌بینیم و یکی از مشکلات اینه. تاجیکستان هم تو اون منطقه بدخشانش خیلی مستعد تنش و درگیری هست، اونم نگه‌داشتن به وقت شروع کنن مرزش با قرقیزستان، اساساً متصل که بشن به تجارت تمام این فضا به شدت کاهش پیدا میکنه، ولی امروز میتونه خیلی به چالش بکششون، به خصوص که یک دریچه‌ای به روی آسیای میانه باز شده از طریق این نظم جدید که شکل میگیره و اینها وارد یک فرایندی دارن میشن که به شدت منتفع خواهند شد و توی خواب هم نمیدیدن بتونن این چنین بدون جنگ و بدون کشمکش‌های آنچنانی بتونن متصل بشن. شرط دنیا خیلی برای اینها خوب پیش رفته و این خبر خیلی خوبیه و به خیلی خوب دارن و رفتار میکنن، درست مدیریت میکنن. بازم پیگیر باشیم، اگر تنش‌ها ادامه پیدا کنه بر اساس همون فضایی که نصرالدین نورالدینوف رئیس سازمان سری آرال جیهون پانتورکی قزاقستان اون در واقع فضاهایی که ایجاد کردن برای افزایش تنش، ادامه دار کردن تنش، در واقع میتونه کارو پیچیده کنه. کمی بگذره، خواستم یه دیگه فضای باز کنم، آشنا باشید با اون منطقه، مشکلات اون منطقه و از چه طریقی میتونه با آشوب کشته بشه، این فضا رو داشته باشیم، اخبار بیشتر بیاد رصد کنیم ببینیم به چه سمت و سوی میره، میتونیم تحلیل بیشتری ارائه کنیم. درود بر شما، پاینده ایران، همیشه ایران، برای ایران.